به شروع داستانم زیاد فکر میکنم به نظرم شروع داستان تأثیر زیادی رو ذهن مخاطب میذاره شروع باید با شکوه باشه شاید گفتن یه جمله حکیمانه بد نباشه مثل تولستوی که داستانش رو با این جمله شروع میکنه تمام خانواده های خوشبخت شبیه هم هستن اما خانواده های بدبخت بدبختی های خاص خودشونو دارن آره این خوبه چنین شروعی همیشه تو ذهن مخاطب میمونه حتی کل داستانو فراموش کنه جمله اول تو ذهنش حک شده خود من سالا پیش کتابی خوندم که با این جمله شروع می شد. این غم ترین داستانی است که تا حالا شنیدید. راستش جزئیات داستان یادم نیست، اما میدونم داستان تلخی بود. بزرگترین وسواس هم تو زندگی انتخاب شروع داستانه. به نظرم اگه همون جمله اول درست از آب در بیاد، بقیه داستان راهش رو پیدا میکنه. جمله اول مثل بادی میمونه که آتیش زیر خاکستر رو شعله ور میکنه یا نسیمی که باعث شکوفایی درختها میشه. شروع داستان نباید پوچ و تو خالی باشه باید مخاطب و وادار به فکر بکنه شروع مثل جعبه ی کاد و پیچی میمونه که به بچه میدی بچه با شوق و ذوق جعبه رو باز میکنه حالا اگه داخل جعبه چیز خوبی نباشه چی میشه بچه هدیه رو میذاره کنار به نظرم بهترین کار هر نویسنده ای همون رمان اولشه همونی که از واقعیات نهفته تو ذهنش میاد راستش واسه همینم هم. هنوز اولین ننوشتم فکر کنم حالا هم ننویسم من باید شاهکار خلق کنم خب خلق شاهکارم کار ساده نیست میدونم دوچار وسواس شدم ولی دست خودم نیست گشتن دنبال بهترین سرآغاز شبیه پیدا کردن سرچشمه رودخونه است تصور کنید ماها و سالها تو هر آب و هوایی هر روز و هر لحظه دنبال سرچشمه بگردید کار سختیه نه حشرات موزی باد و بارون تابش خورشید هزار تا دردسر دیگه شما رو ناامید میکنه اما در نهایت چی میشه هیچی به نقطه مرتوب می رسید به یه چاله آبی که با تصوراتتون از سرچشمه زمین تا آسمون فرق داره اگه همینو به داستان و شروعش ربط بدیم میفهمیم گاهی تلاش زیاد و وسواس ما رو به پوچی می رسونه توی این مواقع باید چیکار کنیم؟ منصرف بشیم؟ نه باید شروع کنیم اما شروع شانسی باید دستمون رو, رو روی نقطه نامعلوم بذاریم و از همون نقطه داستانمون رو شروع کنیم راستش منم هم بالاخره همین کارو کردم چشمامو بستم و ذهنمو خالی کردم بعد رو نقطه ای از زندگیم انگوش گذاشتم و چشمامو باز کردم حالا از همین نقطه داستانو تعریف میکنم یه عصر بهاری توی بالکن وایستدم دستمو به نرده ها گرفتم مراقبم نیفتم پاییم و با چشمای تیزم به مغازه زیر پام خیره شدم وسط هفته است اما مغازه مثل روزای آخر هفته شلوغه. صدای مشتری ها و صدای خشخش کیسه های پلاستیکیشون تا بالا میاد مشتری‌ها با دیدن تابلوی بزرگ و تخفیف سرازیر شدند. راستش من چیزی از پول و تخفیف نمیدونم فقط میدونم از گرما متنفرم دوست دارم همیشه زمستون باشه ولش کنه بابا اگه بخوام از خرید و تخفیف حرف بزنم از خط اصلی داستان دور میشم پس دوباره چشمامو میبندم ذهنمو خالی میکنم انگشتم و روی یه نقطه از زندگی میذارم و پاییزه هوا کمی خنک شده نیمه های شب فلوت و زیرزمین مغازه پناه گرفته یادم رفت بگم فلو مادرمه البته هنوز تا اینجای داستان مادرم نشده میگفتم فلو تو زیرزمین مرتوب یه مغازه پناه گرفته بدنش میلرزه معلوم نیست از سرمای یا از ترس از شکاف باریکی تو دیوار زیرزمین به خیابون نگاه میکنه پنج تا مرد با لباس ملوانی آشفته و پریشون دور رو نگاه میکنن هر پنج دنبال فلو میگردن فلو هم حسابی ترسیده اما نباید یه گوشه وایسه چون یا از رطوبت میمیره یا بالاخره گیر شکارچیا میفته فلو نفس عمیقی میکشه و از شکاف دیوار میاد بیرون با حرکت های زیگزاگی از بین پای مردا رد میشه ناگهان یکی از همون مردا با کفش بزرگ و سیاهش یه ضربه به فلو میزنه فلو پرت میشه گوشه پیاده رو اما معجزه همون لحظه از راه میرسه بارون شدیدی میگیره و برق خیابون قطع میشه فلوی عزیزم از همین فرصت استفاده میکنه و پا به فرار میذاره اما راه خونه خطرناکه برای همین برمیگرده برمیگرده به همون زیرزمین تاریک و نمور درد پهلو امونش رو بریده یه گوشه کز میکنه و به خودش میپیچه کم کم خواب سراغش میاد و چشاش گرم میشه چند ساعت بعد فلو از خواب بیدار میشه و به کمک نور کمی که از لامپای نئونی خیابون میتابید تازه متوجه شد کجاست یه نگاه به اطرافش انداخت از زمین تا سقف کتاب چیده شده بود بعضی از کتابا با نظم و ترتیب کنار هم بودن و بعضی هم روی هم تلمبار بینشون مجله های کهنه و پاره کتاب قدیمی و تیکه های کاغذکاهی هم بود فلو با تعجب دور رو نگاه کرد چشاشو ریز کرد و یه چینی به دماغش انداق دستاشو روی شکم خپلش گذاشت و گوشاشو تکون داد از تصور قیافش خودش هم خندش گرفت فلو بیچاره نمیدونست اینایی که جلوش کتابن برای همین با تعجب بهشون زل زد و بو کشید ناگهان چشمش به پنجره کوچیکی افتاد پنجره با شیشه شکسته فلو امیدوار شد رفت کنار پنجره ایستاد باید زودتر خودش از این جهنم خلاص میکرد چون تو این زیرزمون نمور نمیشد سیزده تا موجودی که تو کمش وول میخوردن رو دنیا بیاره فلو کنار پنجره ایستاد و بیرون رو نگاه کرد ماشینا با سرعت رد میشدن و از چاله های توی خیابون آب میپاشید نه فلو اگه پاشو از پنجره بیرون میزاش هم خودش میمرد همون سیزده تا موجود توی شکمش چاره نبود باید تو همین زیر زمین میموند و وضع حمل میکرد فلو زود دست به کار شد رفت سراغ بزرگترین و نزدیکترین کتاب برقهاش ریز ریز کرد باهاشون برای خودش جا درست کرد یه جای گرم و نرم بدون رطوبت بعد رو همین جای نرم دراز کشید و از درد زایمان به خودش پیچید بالاخره زمان ورود من و خواهر برادران به دنیا رسید سیزده تامون روی یه کوه نرم از کاغذ پا به دنیا گذاشتیم شانس بزرگی نصیبم شد من روی یکی از بهترین کتاب های تاریخ دنیا اومدم و شیر خوردم اولین تصویری که از خانوادم یادمه تصویر سرکل زدن من با دوازده تا کوچیک برای شیر خوردنه تمام دوازده تا هیولایی که اسمشون خواهر و برادر بود رو یادمه اسم هر دوازده شونم میدونم اما نمیگم چون به خاطر سپردن اسم دوازده تا موش کوچیک واسه شما ارزشی نداره اما اسم سیزدهمی رو میگم سیزدهمی موش یعنی من اسمم فرمین شد تمام دوازده تا خواهر و برادرم زورشون از من بیشتر بود بدترین اتفاق به نظرم همینه اینکه از تمام خواهر برادرات مردنی تر باشی این ضعف باعث شده بود نه غذای درست حسابی گیرم بیاد نه جای خواب خوب برنامه روزانه غذا خوردن ما سخت بود مامان فلو هر شب خسته و عصبانی می اومد خونه روی تخت کاغذی میخوابید و خورخور میکرد تا خوابش سنگین می شود. ما سیزده تا بهش حجوم می آوردیم و شیر می خوردیم ما جیغ می کشیدیم و مامان فلو بلندتر از ما فریاد میزد انگار تنها مادر دنیاست که به بچهاش غذا می ده. تو تمام مدتی که شیر می خوردیم من آخرین نفری بودم که چند تا چیکه نصیبم می شد تازه اون موقع می که خواهر برداران پامو گاز می گرفت و منو به یه سمتی پرت میکرد عجیبه با این وز زنده موندنم راستش ناامیدی برای من تنها یه معنی داره دور شدن از شیر مادر و بودم. مامان فلو هر شب ما سیزده تا زبون نفهم رو به حال خودمون رها میکرد و میرفت دنبال غذا البته کار سختی هم نمیکرد چون تو شهر بزرگی که ما زندگی میکردیم شبا بعد تعطیلی رستورانا مردم کلی آتاشخال میریختن تو خیابون تو آتاشخالاشون هم کلی غذا برا ما و امثال ما بود البته بگم شهر دارم توی این لطف بزرگ نقش مهم می داشت چون با جمع نکردن آشغالا خیابون گردار رو سیر می کرد زمانی که مامان فلو ما رو تنها می سخت ترین لحظه های زندگی من بود هرچند وقتی هم که برمیگشت اوضاع از قبل بهتر نمی شد راستش مامان فلو هر شب تلو تلو خروم میومد خونه و رو اولین جای نرمی که پیدا می کرد می خوابید. مامان فلو یه جوری میخوابید انگار قرار نیست دیگه بیدار بشه محله ما محل خوبی واسه دخترها و زنای جوون نبود کف خیابون همیشه نوشیدنی های ناجور ریخته بود مامان فلو هم اراده ای واسه خوب زندگی کردن نداشت واسه همین تحشیشه های کف خیابون رو خالی میکرد تو معدهش گای اونقدر زیاده روی میکرد که شیرش به اون سرگیجه میداد هرچند من خیلی این حس و تجربه نکردم چون شیر درست حسابی نصیبم نمیشد کار هر شب من این بود که وقتی مامان فلو می اومد یه گوشه منتظر میموندم وقتی خواهر برادرم شیر و آلو می میخوردن و گیج میشدن میرفتم سراغ مامان فلو و چند قطره ته مونده شیرو میخوردم من تو زندگی سختی های زیادی کشیدم از همین کم بود قضا و مامان بی بگیرید تا اتفاقای بعدی که تو زندگی افتاد بین تمام این بدبختی ها و همه جا سفر کردم و زندگی های زیادی دیدم با افراد زیادی هم ملاقات کردم توی یکی از همین ملاقات ها با مردی برخورد کردم که داستانهای جالبی تعریف میکرد. مرد میگفت توی یکی از شهرهای آلمان به اسم برلین به سر بچه زندگی می کرد که زندگی نکفت بار و سختی داشت جنگ جهانی تازه تموم شده بود و شهر ویرانه بود زمستون سردی بود و غذا پیدا نمیشد. پسر بچه مجبور بود تو پیاده رو زیر آفتاب کم رمق زمستون بشینه تا یکم گرم بشه بعضی روزا از زور گرسنگی همونجا که نشسته بود بیهوش میشد. روبروی جایی که بیشتر وقتا پسر بچه می حفره بزرگی بود. این حفره زمان جنگ تشکیل شده بود. در از جایی بمبی بود که یه روز توی نقطه فرود اومده بود. یه روز کامیون حمله زغال از اونجا عبور می کرد. حفره رو ندید و افتاد توش. نصف بار زغالش تو خیابون پخش شد. اما راننده بی توجه از حفره در اومد و راهش رفت. مردم که دیدن زغالا رو زمین ریخته از خونه هاشون سبد آوردن و, و پر زغال کردن پسرک که نمیدونه زغال به چه دردی میخوره چند تا تیکه برداشت و ریخت تو جیبش دور برش که خلوت شد یکی از زغالا رو جیبش در آورد تا بخوره گمون میکرد تکه های سیاه روی زمین خوراکیه که مردم اینطوری واسش سر و دست میشکنن پسر زغال و جوید و کمی سیر شد اینا رو گفتم که بگم اگه گرسنه باشی سنگم میخوری تو زیر زمین کتاب فروشی که ما زندگی می کردیم خب خبری از زغال نبود فقط کاغذ بود و بس واسه همین گاهی کاغذ می خوردم تا سیر بشم مزه بعدی هم نمیداد هرچند همین کاغذ خوردنم هم بی ضرر نبود روزای اول فقط برای ساکت کردن قار و قور شکمم کاغذ می خوردم اما کم کم جویدن کاغذ و نرم کردنش با بزاق دهان تبدیل به یه عادت شد باسم عادتی که باعث شد دیگه واسه شیر خوردن خیلی هم تلاش نکنم اول از همون کاغذهای مچاله اطرافم میخوردم اما یکم که گذشت این عادت دیگه از کنترلم خارج شد به رختخواب بزرگمون هجوم آوردم همون رختخوابی که یکی از بزرگترین کتابای تاریخ بود اونقدر کاغذاشو خوردم تا سیمان کف زمین از تو رخت خواب زد بیرون خاربردارم افتادم به جونم و از خجالتم در اومدم مامان فلو برای تمام کردن این جنگ دست به کار شد صفحات دیگه ای از همون کتاب ریز ریز کرد و دوباره تخت باش پر کرد دیگه خودمون هم بزرگ شده بودیم تو ریز ریز کردن کاغذ به مامان فلو کمک کردیم باعث خجالته ولی این تنها کاری بود که توش با هم شراکت داشتیم هر سیزده تا اون با کمک هم کاغذ رو ریز ریز کردیم و تخت خواب و پروار بگذاریم کم کم فهمیدم عشق به خوردن کتاب تو وجودم ریشه دوونده گرفتارش شده بودم اگه بهترین غذا و سالمترین شیرم بهم به میدادن برام جای کاغذای خوشمزه رو پر نمیکرد بله، من به خوردن کاغذ به جایی رسید که افتادم دنبال تعمای جدید. برای پیدا کردن طعم جدیدم باید از خونه امنمون می زدم بیرون. بالاخره یه روز دلو به دریا زدم و از همون سوراخی که مامان فلو رفت آمد میکرد زدم بیرون و رفتم همون جایی که مامان فلو ازش کاغذ نو می اولین چیزی که چشمم خورد کتابی بود که از مدت ها پیش کاغذاشو می خوردم. راستش از بوش تشخیص دادم که این کتاب همونه. کتاب بازم هم جذابیتی نداشت. ازش گذشتم و رفتم سراغ کتابایی دیگه تمام قفسه ها تا سقف پر کتاب بود از اونجایی که تو کاغذ به دنیا اومده بودم و کلی کاغذ خورده بودم خوندن از روی کتابا بسم کاری نداشت انگار تمامی جملات و کلماتی که خورده بودم به جای شکمم تو مغزم جمع شده بودن چشمم که به قفسه کتابای داستانی افتاد مکس کردم این قفسه بوی خیلی خوبی میداد اون روز و اولین روز ورودم به دنیایی کسب علم و تحصیل می نامم. چه روز بزرگ و پرشکوهی میدونم قلاف کردم اما چه کنم باید یه جوری خودم خاص نشون بدم دیگه از قفسه کتابای داستانی شروع کردم از بوی هر کدوم که بیشتر خوشم می اومد چند برقی ازش گاز می زدم بیشترم به انتشاراتی های خاص اونایی که کتاباشون نو بود داشتم افسوس اون روزا از دنیای بزرگ شاهکارهای ادبی سر در هرچی کتاب خوشاب و رنگتر خوشمزه تر هرچند کمی که گذشت حواسمو به کار بردم و وسواسم بیشتر شد فهمیدم کلمات و جمله ها هر کدوم مزه خاص خودشونو دارن کلماتی که جملات شکسپیر رو تشکیل میدن مزهشون زمین تا آسمون با کلمات فاکنر فرق دارن به مرور با خوردن هر کتاب کلماتش تو ذهنم تصویر سازی می شد. به خودم میومدم مییدم رفتم لندن یا تو جنگای بزرگ میگشتم. روزای اول فقط کتابایی رو میخوردم که هم ازشون خوشم میومد. اما کم, کم کم کلمات رو نمیخوردم. با چشمم می‌خوندم و تو ذهنم تصویر سازی میکردم. یه روز به خودم اومدم دیدم ساعت هاست کتابی جلوم باز و فقط هاشیهش رو خوردم. جایی که چیزی ننوشته ترین جای دنیا برای من همین زیر زمین نمور و تاریک بود. بیرون کتاب فروشی مردم بیقرار بودن و مدام به هم آسیب میرسوندن. آدما به خودشون هم رحم نمیکردن چه برسه به بچه موش مردنی مثل من شانس زنده موندن من و امثال من تا یه سالگی نزدیک صفر به این کم شانسی نبود مادر رو هم اضافه کنید بله درست شنیدید یه شب مامان فلود دیگه به خونه برنگشت شب اول با خواهر منتظر نشستیم اما خبری ازش نشد شبای بعدی هم همینطور انگار مامان فلو آب شده بود و رفته بود تو زمین چند ماه بعد از دریچه دیوار زیرزمین زمین خیابون رو نگاه میکردم کردم یه هم رو دیدم با چند تا موش جوون خوشو بش می همون شب فهمیدم ما دیگه پیش ما بر نمی کرده. موضوع رو با خوهر گفتم همون شب چند تا از قوی از خونه رفتن تا چند شب بعد که فقط من موندم و دوتا از خوهرهای ضعیفم زندگیمون سخت میگذش البته من از وضع موجود ناراضی نبودم چون هم غذا داشتم هم جای خواب اما خواهرام نظر دیگه ای داشتن به نظرشون زیرزمین با قبرستون فرقی نداشت برای همین تصمیم گرفتن برن دنبال سرنوشتشون خواهرام قبل رفتن بهم گفتن که من احمقم احمقی که موندن تو کتاب فروشی رو به تجربه زندگی بیرون ترجیح میده راست میگفتن زیرزمین زمین فروشی جای خیلی بدی بود تاریک و کسیف اونقدر کسیف که حتی برای ما موشا هم چندش بود خلاصه من تک و تنها شدم شبایی که شهر تو سکوت فرو میرفت من تازه سر حال میشدم از سوراخی که تو سقف زیر زمین بود میرفتم تو کتاب فروشی بین کتابا میچرخیدم و به دنیاهای مختلف سفر میکردم به نتیجه جالبی رسیده بودم بین مزه کتابا و متنشون ارتباط مستقیمی بود هر کتاب خوشمزه داستان جالبی هم داشت برای خودم الگوی مشخصی تعیین کرده بودم هر کتابی که ارزش خوندن داره ارزش خوردنم داره بعضی شبا که چشام خسته می شد دست از مطالعه می کشیدم و تو مغازه گشت می زدم. از تمام سوراخ و لوله های مغازه رد می شدم و توشون سرک می کشیدم. یه شب چیز عجیبی دیدم. یه گوشه از دیوار ریخته بود. این یعنی یکی مثل من از اونجا رد شده بود. گچه یعنی و سنگار رو کنار زدم و به سوراخ جدید رسیدم. سوراخی که اسمشو میذارم دروازه بهش. پشت سوراخ پر از کتابای قدیمی و فاخر بود کتابایی با جل چرمی مرقوب از همون شب زیر زمین رو ترک کردم و وارد بهش شدم کتاب‌های فاخر مرتب کنار هم چیده شده بودن بوی خیلی خوبی میدادن حیفم میومد می اومد همچی خوشبوی رو بخورم خیلی وقتا به خودم می اومدم و می دم ساعت هاست کتاب شدم به لطف همین کتابا دور دنیا می گشتم از لابلای بامبوها و درخت سرسبز عبور می کردم و سوار مرموز ترین کشتی دزدان دریایی می شدم. هزاران مکان زیبا و ناشناخته دنیا را از تو همین کتابا می دیدم. حس می کردم نوشته ها دارن روهم و نوازش می دن. با تمام هوش و ذکاوتی که هر روز بیشترم می شود. اما حقیقت سر جاش بود. من یه موجود حقیر و ناتوان بودم. راستش خوندن و کسب اطلاعات هرگز جای حرف زدن رو نمیگیره. هر چقدر زیاد بدونی تا نتونی حرف بزنی و اطلاعات دو بقیه نشون بدی هیچ فایده نداره هر چی میخوندم تو ذهنم باقی میموند اما تارای صوتیم از بیان اطلاعاتم عاجز بود من فقط توانایی جیغ زدن داشتم جیغایی بی و کرکننده کننده تازه با دنیای جدید و ناتوانیام آشنا شده بودم که اتفاق دیگه ای افتاد با ظاهرم آشنا شدم روز عجیبی بود تو کشف محیط جدید راه هم به دستشویی باز شد از رو کنجکاوی وارد شدم همه چی باسم تازگی داشت بیشتر از همه آینه برام جالب بود خودم رو که توش دیدم جا خوردم توقع نداشتم خیلی خوش قیافه باشم اما فکر میکردم لاقل شبیه بقیه اعضای خانوادم باشم نه این شکلی فرمین تو آینه پشمالو و خپل و بدون چونه بود آره از بس خپل بودم چونم پیدا نبود دندونم زرد بودن و چشام از هدقه در اومده قیافه زشت و جنسی داشتم حالم از خودم به هم خورد از اون روز به بعد تلاش کردم کمتر چشم به خودم بیفته اگه ناخداگاه توی سطح سیغلی صورتمو میدیدم تا چند روز افسردگی میگرفتم برا مواجه نشدم با خودم روزا تو کتاب فروشی میموندم حتی برای پیدا کردن غذا هم بیرون نمیرفتم بیشتر وقتم و صرف کشف دنیای کتاب ها میکردم تو همین رفت و با نورمن صاحب کتاب فروشی آشنا شدم نورمن اولین انسانی بود که دوستش داشتم کم کم تغییرات خوبی تو من رخ داد بهترینش این بود که دیگه کتاب نمیخوردم با اینکه غذایی نداشتم تا شیکم اموسید کنم اما لب به کاغذ نمیزدم هر شب مجبور بودم تا نیمه های شب سب کنم بعد برم تو خیابون خلوت دنبال غذا جون اموزشتم کف دستم تو خیابون پرسه میزدم تا یه تیکه نونی پیدا کنم و از گرستنگی نمیرم آخرهای سال بود هوا عالی بود سرمای مطبوع شهر رو گرفته بود مغازه‌ها خلوت بودن بلگردا کمتر تو خیابونا پرسه می زدن حتی کسی به خودش زحمت نمیداد زباله ها رو جمع کنه البته این شرایط مشکوک به نفع من بود تو همین روزای عجیب خواهر و برادرامو چند بار تو خیابون دیدم همهشون چاق و پشمالو شده بودن تو زشتی دستی کمی هم من نداشتن راستش دلم نمیخواست خیلی باشون صحبت کنم برای همین وانمود میکردم برام غریبن خواهر و هم, هم حوصله آشنایی دادن نداشتن این تنفر از یادآوری زندگی گذشتم و هرچی بهش مربوطه دو طرفه بود گاهی یکیشون آشنایی میداد و ازم سراغ جایی که غذا پیدا میکردم و میگرفت منم صادقانه بهشون میگفتم کجا غذا گیر میارم اما هیچ کدومشون به من راست نمیگفتن نمیخواستن من غذاشونو بخورم و گرسنه بمونن جالب بود با اینکه بزرگ شده بودیم اما من هنوز همون فرمین احمق بودم و اونا بچه های زرنگ و شیکموی مامان فلو تو یکی از همین ملاقات ها فهمیدم یکی از برادران مرده تفلکی زیر چرخ تاکسی له شده بود درست ازش دل خوشی نداشتم اما مرگ دلخراشش حالمو بد کرد به نظرم زندگیمون مسخره و پوچ بود باید هر لحظه از مرگ فرار میکردیم و باسه زنده موندم میجنگیدیم شرایط من که از همهشون بدتر بود باید مدام مراقب بودم نورمن منو نبینه هر روز رو سقف کتابخونه میچرخیدم با وجود ترسی که از پرت شدن رو میز نورمن داشتم خم میشدم تا روزنامه صبح و همراهش بخونم گاهی اوقات نورمن از جاش بلند میشد و لیوان قهوهش رو میز جا میذاشت تصویر خودم رو که تو لیوان میدیدم روزم خراب میشد گاهی اوقات نورما از جاش می شد و لیوان قهوهش رو میز جا میذاشت تصویر خودم رو که تو لیوان میدیدم روزم خراب میشد هر روز صبح بعد خوندن روزنامه دنبال نورمن را میافتادم هر جا میرفت منم دنبالش میرفتم البته از رو سقف و شکافای دیوار نورمن بعد صبونه در مغازه رو باز میکرد مشتری که وارد میشد مثل یه متخصص کار کشته جلو میرفت ازش میپرسید چه کتابی میخواد بیشتر مشتری هم میدونستن دنبال دو چه کتابی اومدن اگر هم نمیدونستن نورمن با چند تا سوال سلیقهشون رو میفهمید و بهشون یه عالم کتاب معرفی میکرد نورمن مرد خوش اخلاق و صبوری بود برای همین مشتری های ثابت زیادی داشت آخر هفته ها مغازه شلوغتر میشد به خصوص اگه هوا آفتابی بود نورمن اینجور وقتها با غرور بین مشتریا میگشت و راهنماییشون می درست قیافه جذابی نداشت قد کوتاه و خپل و کچل با ی دهن کوچیک و دماغ کوفته ای اما وقار و آرامشش جای زشتی ظاهرش گرفته بود چیزی که نورمن رو برای من جذاب میکرد هیچ کدوم از اینا نبود جذابیتش ای زمانی برای من بیشتر میشد که دوتایی تو مغازه تنها میشدیم نورمن اینجور وقتا مغازه رو گردگیری میکرد با وسواس خاکا رو از رو کتابا میتکون انگار هر کدوم از کتابا بچشه بچه‌ای که باید بهش محبت کنه نورمن زیر لب آواز میخوند و کتابا رو نوازش میکرد. روزای بارونی بهترین روزای من بودن. روزایی که آواز نورمن با صدای قطرات بارون قاطی میشد. برای من حکمه لالایی رو داشت. به دستای نورمن نگاه میکردم و چشام سنگین میشدن. اما تا خوابم میبرد کابوس میدیدم و از خواب میپریدم. خواب میدیدم زیر کتاب قطوری له شدم یا تو توالت گیر کردم و یکی سیفونو کشیده وحشت زده از خواب می و از اینکه زنده هم خوشحال می شدم. کتاب فروشی و زندگی کنار نورمن برا من بهترین شرایط زندگی بود. نورمن بیشتر کتابا رو از حراجیا می خرید. روزای سه شنبه روز خرید بود. نورمن سوار ماشین قرازش می شد و میرفت حراجی. زور که می شد با یه کوه کتاب برمیگشت. کتابا رو یه گوشه مغازه می ریخت و تو طول هفته با صبر و حوصله کتابا رو ورق میزد و هر کدوم تو قفسه مخصوص خودش می زاش. البته قبل از گذاشتن کتاب با مداد قیمتش رو تو صفحه اول می نوش. این بخش نفرت انگیزترین قسمت قضیه بود چون وقتی نورمن صفحه اول رو باز میکرد چشم به تقدیم نامه هایی میافتاد که آدما تو صفحه اول نوشته بودن آدم های جوری کتاب رو تقدیم کرده بودن انگار خودشون نوشتن نورمن کتاب های دست دوم رو با قیمت های پایین میفروخت البته اگه بینشون کتاب قدیمی و ارزشمندی پیدا میکرد خب قضیه فرق داشت کتاب بود و قفسه شیشه ای کتاب ارزشمند میذاشت و با قیمت بالا میفروخت برای اینجور کتاب هم همیشه زود مشتری پیدا میشد گاهی اوقات با خودم فکر میکردم از کتاب فروشی برم بیرون دنیا رو بگردم مثل خواهر برادرام یه سر به سینما بزنم زیر صندلی ها دنبال غذا بگردم شبا همونجا بخوابم فیلم ببینم غذا بخورم اما راستش فکر رفتن از کتاب فروشی افسردم میکرد من نمیتونستم از نورمن و کتاباش دل بکنم ادبیات همه دنیای من شده بود دنیایی که دروازه های بهشت رو به روم باز میکرد تو دنیای ادبیات فقط از یه چیزی نفرت داشتم ادبیات موشی همون بخشی که موشا رو با نمک و زیبا جلوه میداد مثل میکی ماوس من موش خاصی بودم دنیام زمین تا آسمون با موشای لوس تو داستانا فرق داشت من هر روز صبح روزنامه میخوندم از تمام اتفاقای دور و مطلع بودم یه روز تو بخش اخبار محلی خبری خوندم که نگرانم کرد تو خبر نوشته بود میخوام میدون خراب کنن و از وسطش اتوبان بکشن این یعنی که تا فروشی و سینما هم باید تخریب میشد از تعجب خوشکم زد من بدون کتاب فروشی و گاهی سینما رفتن هویتی نداشتم همون روز فهمیدم این خبر نورمن و بقیه کاسبای محل رو هم نگران کرده تازه فهمیدم چرا این بخش شهر چند وقتی سوت و کور و ولگرد و کمتر میان اینجا شهردار اینجا رو فراموش کرده بود محله ما رو اتوبانی میدید که نیاز به جمع کردن زباله و رستگی نداشت نورمن هر روز صبح بعد صبحونه همراه شیرنی فروش و داروخانه چی میشه و دوره هم درباره این اتفاقا حرف می زدن. دنبال یه راهی بودن تا جلوی این پیش آمد تلخو بگیرن بوی قهوهشون تا سقف میومد و منو غمگین میکرد دلم میخواست یه کاری بکنم اما نمیدونستم چی کار شهردار معتقد بود محله ما جلوی پیشرفت شهر رو گرفته باید زودتر خرابش بکنن نورمن که خبرا رو میخوند متاسف سرت میداد و از ته دل آه میکشید تنها کاری که اون روزا از دست من و نورمن بر خراب کردن محله بزرگ ما با اون همه خونه و مغازه قدیمی کار ساده ای نبود نیاز به یه تیم حرفه‌ای و نیروهای کارآمد بود ادوارد لوگ به تخریب حرفه‌ای محله ها شهرت داشت. هر روز اعلام میکرد برای این کار آماده است. اکسا و طرحهای زیبایی از نقشه هاش تو روزنامه ها میذاشت و قول میداد محله ما را این شکلی کنه. هر روز اکساش کنار شهردار تو روزنامه چاپ میشد. حالم از لبخندش به هم میخورد. کتاب از اون درجه یک شهر مکانی که آدمای حسابی توش رفت آمد داشتن. نورمن بارها به مشتریاش گفته بود رئیس جمهور چند بار برای خوردن قهوه و خرید کتاب اومده اینجا. نورمن میگفت آرتور میلر نمایشنامه نویس محبوب من بارها واسه خرید نمایشنامه به کتاب فروشیش رفته. راستش این خبر خیلی افسردم کرد. چرا زمانی که آرتور میلر اومده بود اونجا من اونجا نبودم؟ تمام مدتی که تو کتاب فروشی زندگی می فقط یه نویسنده اومد که زیادم سرشناس نبود بعدم فهمیدم خونه نویسنده تازه کار دوم کتاب نویسنده هر بار به مغازه می اومد دو شرخه زبار در رفتش و به در شیشه مغازه تکیه میداد نورمن هم هر بار بهش تذکر میداد در مغازه جای پارک دوچرخه نیست نویسنده ای تازه کار جوون نبود اما مثل جوونا ذهنش پر فکر و خیال و آرزو بود قدش کوتاه بود و موهاش جوگندمی موهای بلندش مثل سرخپوستا رو شونه‌هاش ریخته بود همیشه کت و شلوار کهنه تنش بود و انگار هفته‌هاس هموم نرفته چشمای آبیش لوچ بودن و هیچ ریشش مرتب نبود نویسنده تازه کار مشتری ثابت مغازه بود بیشتر اوقات میرفت سمت کتاب های دست و, و ارزون یه کتابی از قفسه بر و شروع به خوندن می کرد نورمن هم بدون شکایت بسش قهوه می برد. حس می کردم نورمن به نویسنده تازه کار علاقه داره برای همین منم هم بهش علاقه من بودم نویسنده گاهی برای خالی کردن ماشین پر از کتاب به کمک نورمن می اومد یه بارم شیشه های مغازه رو برق انداخت و پول کمی از نورمن گرفت نویسنده تازه‌کار چیزی از مغازه نمیخرید چون پول نداشت اما یه روز بهاری با کیفی پر از کتاب از مغازه بیرون رفت نفهمیدم کدوم کتابا رو با خودش برد اما از جای خالی کتابا فهمیدم کتابای علمی تخیلی رو برده دفعه بعد که اومد تمام کتابایی که در مورد حشرات بود و با خودش برد همون روز نورمن ازش پرسید کتاب جدیدش در مورد چیه نویسنده بادی به قبقب انداخت و گفت در مورد یه موش پشمالو نزدیک بود از سقف پرچم پایین سرم گیج رفت خودم کنترل کردم و به حرفاشون گوش دادم نویسنده از اطلاعاتش در مورد موشا گفت کتابی که قرار بنویسه از بین حرفش متوجه شدم به کتابی به اسم لانه زیاد رجوع کرده کتابی که خودش چند سال پیش نوشته بود همون شب تا نورمن از کتاب فروشی بیرون رفت دنبال کتاب لانه گشتم یه نفس رو خوندم داستان یه قرن پیش اتفاق افتاده بود قرار بود چند تا از ساکنای باهوش یه سیاره خیالی به زمین فرستاده بشن تا اطلاعاتی از زمین کسب کنن ساکنای سیاره اعتقاد داشتن زمان آشتی با زمینیا فرا رسیده فقط برای اومدن به زمین یه مشکل داشتن ظاهرشون با زمینیا خیلی فرق میکرد خیافشون شبیه حلزون بود و هیکلشون از اسب خوشبختانه علم تو سیاره این موجودات خیلی پیشرفت کرده بود براشون کاری نداشت شبیه زمینیا بشن اما یه مشکل وجود داشت ساکنای این سیاره نمیتونستن یوه وارد زمین بشن چون نه زبونشون رو بلد بودن نه آداب و رسومشون پس دانشمنداشون تصمیم گرفتن چند تا از ساکنهای سیاره رو شبیه نوزادای زمینی بکنن با این کار مادرای زمینی موجودات رو به جای بچه های خودشون بزرگ میکردن و بهشون آداب زمینی یاد میدادن وقتی این بچه های فرازمینی بزرگ شدن به زبان و عادات و رسوم زمینی ها مسلط بودن حتی از خود زمینی ها بهتر این وسط اهالی باهوش سیاره اشتباه احمقانه کرده بودند دانشمندای سیاره به غلط فکر کرده بودن گونه حاکم روی زمین نجادی از موشها به اسم موش نروژیه در نتیجه موجودات فضایی که به زمین می اومدن و جزئی از زمینی ها می شدن، موش بودن نه آدم با این حال موش های فضایی تلاش کردند تا با گونه حاکم روی زمین یعنی انسانها ارتباط برقرار کنند باقی کتابم پر از توصیف های چندشاور از مرک های هولناک موشا ها توسط انسان ها بود. هر بار موشهای فضایی توسط انسانها به قتل میرسیدند اخبارش به سیاره مخابره میشد فضاییها هم از این قتل و کشتار عصبانی میشدند برای همین سفینهشون آماده میکردن و به زمین میومدند هرچند رسیدن به زمین چندین سال طول میکشید اما وقتی میرسیدند جای سالم تو کره زمین باقی نمیذاشتند به تمام شهرها و کشورها حمله میکردند و زمین رو از هر موجود زندهای خالی میکردند بالاخره انسان ها نسلشون منقرض شد و تنها موجودی که روی زمین موند همون موش نروژی بود موجودی که فضایی ها فکر میکردن حاکم زمینه کتاب که تموم شد بغزم گرفت دلم میخواست نویسنده کتاب و بغل کنم و از حسن نیتش به موشا تشکر کنم بعد خوندن این کتاب اعتماد به نفس پیدا کردم به نظرم دیگه موش احمق و ساده ای نبودم که خواهر برادرم مسخرم میکردن اونقدر اعتماد به نفسم زیاد شد که حس کردم شریک نورمنم نه موشی بی ارزش که تو کتاب فروشی زندگی میکنه روز بعد با غرور از خواب بیدار شدم همراه نورمن روزنامه صبح خوندم و منتظر مشتری موندم درست مثل نورمن حوالی ظهر زنی وارد مغازه شد و اسم کتابی رو به نورمن گفت ازش خواست کتابی رو بسش بیاره نورمن رفت طرف قفسه های کتاب خوب میدونستم کتابی که زن میخواست کجاست دوستشم فریاد بزنم و بگم نورمن کتاب کنار قفسه های کتابای آشپزیه بعد نورمن سرشو بالا بگیره و بگه تو از کجا میدونی منم میگم اینجا فقط محل کار من نیست خونه منم هست تو همین فکر و خیالای شیرین بودم که نورمن به زن گفت متاسفم خانم کتاب پیدا نکردم فکر کنم تموم کردیم انگار یه سطل آب یخ ریختن رو سرم فهمیدم هر چقدرم با سواد و آگاه باشم بازم موشم موشی که نمیتونه با نورمن ارتباط برقرار کنه ادوارد لوگ بچنس شروع به کار کرد. ماشین تخریب تو محل مستقر شده بودند تمام مغازهدارا دنبال وکیل و شکایت از شهردار بودند اما نورمن برخلاف بقیه اهالی محل آروم بود و طبق روال قبل کتاب جدید و برای مغازه می خرید و هر روز کتاب رو گردگیری می کرد. دلم می بهش بگم خیلی ازش ممنونم. دوستشم هم یه جوری خوشحالش کنم. بالاخره راه خوشحال کردن نورمن فراهم شد. یه شب که رفته بودم سینما زیر صندلیا دنبال پاپکورن میگشتم برق یه انگشتر طلایی چشممو گرفت انگشتر شکل دوتا مار در هم پیچیده بود که جای چشماشون یاقوت سبز بود زود انگشتر رو برداشتم و دویدم تو کتاب فروشی انگشتر رو رو میز نورمن گشتم درست جایی که هر روز لیوان رو میذاش بعدم رفتم خوابیدم صبح روز بعد نورمن تا انگوشتر رو دید چشاش گرد شد انگوشتر رو برداشت دور و رو نگاه کرد نمیدونست چنین چیزی گرون قیمتی از کجا اومده انگشتر رو تو کشوی میزش گذاشت بعدم یه کاغذ برداشت و روش نوشت انگشتری در مغازه پیدا شده صاحبش با دادن مشخصات انگشتر را تحویل بگیرد نورمن چسب و برداشت و رفت پشت شیشه مغازه اما تا اومد کاغذ و به شیشه به چسبونه پشیمون شد کاغذ مچاله کرد و انداخت تو سطل چند روز بعد انگشتر دیدم که تو انگشت نورمن برق میزنه خیلی به دستش میومد تصمیم گرفتم بازم براش هدیه بگیرم همون شب تو سینما زن و مرد جوونی با هم دعواشون شد زن سر مرد فریاد میزد و دست گل روزی که مرد بهش داده بود و تو سرش میکوبید آخر سرم زن دست رو پرت کرد و از سینما رفت بیرون منم زود رفتم سراغ دست گل یکی از شاخهای سالمش رو برداشتم و برگشتم مغازه شاخه گل رو تو لیوان آب گذاشتم و رفتم خوابیدم صبح که نورمن گل رو میزشتی ترسید وحشت زده نگاه به اطراف کرد و گل انداخت تو سطل فهمیدم فهمیدم زیاده روی کردم و نورمن عزیزم رو ترسوندم بیشتر مغازه محله بسته بودن تنها کسی که هر روز مغازهش باز میکرد و مثل سابق کار میکرد نورمن بود هرچند مغازه دیگه مثل قبل مشتری نداشت و نورمن هم دل و دماغ آنچنانی نداشت تو این بازار کساد کتاب و مشتری من بیکار نموندم رو شعری که سالها بود روش کار میکردم بیشتر وقت گذاشتم خوندن رومان هم که برا بود دیگه میخواستم تا قبل از بسته شدن مغازه بیشتر رمان رو بخونم یه شب اتفاق عجیبی افتاد مغازه تعطیل بود و منم طبق عادت بین قفسه ها میچرخیدم وسط کتاب های قطور دایره المعارف بودم که صدای چرخیدن کلید تو قفل اومد توندی خودم و به سقف رسوندم و پنهان شدم نورمن وارد مغازه شد بارونی خیس از بارونش آویزون کرد و برای خودش قهوه درست کرد نورمن لیوان داغ قهوهش رو و پشت میزش نشست دستاشو گذاشت رو سرش و زد زیر گرگه. اون لحظات تلخ فقط یه آرزو داشتم انسان باشم و بتونم نورمن و دلاری بدم اما افسوس که من فقط یه موش بیارزش بودم نورمن رو خورد اشکاشو پاک کرد و از مغازه بیرون رفت روز بعد آخر هفته بود و نورمن به مغازه نیومد ازش بیخبر موندم شب که شد طبق عادت آخر هفته ها رفتم سینما از سینما که برمیگشتم حالا تعو گرفتم با خودم گفتم شاید به خاطر سوسیسایی که خوردم رو تختم دراز کشیدم مطمئن بودم روز بعد حالم خوب میشه اما اشتباه میکردم این حال بعد دو سه روزی ادامه داشت صبح تا شب میخوابیدم و به سقف ظلم میزدم مرگ و جلو چشام میدیدم حالم که بهتر شد دوباره زندگی رو از سر گرفتم صبح زود از خواب بیدار شدم و منتظر و نورمن شدم نورمن طبق معمول وارد مغازه شد قهوهش آماده کرد و نشست که روزنامه بخونه منم بالا سرش نشستم به خودم که اومدم دیدم از تو آینه ای که روبروی نورمن آویزونه بهش زل زدم همون لحظه نورمن سرش از روزانه برداشت و به خودش چش و قوسی داد یهو یادم اومد اگه من تو آینه نورمن رو میبینم خب نورمنم تو آینه داره منو میبینه تا اومدم خودم رو جمع جور کنم متوجه شدم نورمن بهم خیره شده انگار تو یه لحظه زمان متوقف شد من و نورمن چش تو چشم هم شدیم غم تو چشمای مهربونش میدیدم امیدوار بودم نورمن هم عشق و تو چشای من بخونه دوست داشتم منو به عنوان موش نگاه نکنه منو یه همخونه ای ببینه که دوستش دارم هر کاری که از دستم بر بیاد براش میکنم احتیاط کردم و تا شب خودم و مخفی کردم شبم تا صبح تو تختم دراز کشیدم و رویا بافتم رویای دوستی من و نورمن عزیزم صبح که خواب بیدار شدم صحنه عجیبی دیدم بالای قفسه کتابا درست جایی که ازش نورمن رو دید میزدم و روزنامه میخوندم یه تیکه بزرگ پنیر بود پنیر تازه و نرم و خوشبو بود باورم نمیشد رویه هم به واقعیت تبدیل شده بود نورمن با من از سر دوستی و رفاقت در اومده بود درست همونجوری که دوست داشتم با ولع پنیر رو خوردم چون حالم هنوز خوب نشده بود نصف پنیر موند دوستشم به خاطر قدردانی از نورمن کامل بخورم اما افسوس میدم اجازه نمیداد پنیر رو که خوردم چشام گرد شد سرم و گشتم رو خورد کاغذایی که کنار پنیر بود و خوابیدم. تو رویا میدیدم لباس برازنده پوشیدم و همراه نورمن تو کتاب فروشی کار میکنم نورمن مدام به هم پنیر میداد و منم میخوردم اونقدر پنیر خوردم که حالم بد شد سرم گیج رفت و رویام به کابوس تبدیل شد با صرفه خواب پریدم احساس خفگی میکردم بیحال یه گوشه افتادم و از هوش رفتم شب با سرگیجه و حالت تعفو به اومدم. دنیا همینجوری دور سرم میچرخید گلوم خوش شده بود دو روزی بود که آب نخورده بودم به زور خودم خم کردم و پایین رو نگاه کردم لیوان قهوه نیمه خورده نورمن رو میز بود خودم کشوندم پایین تا یکم قهوه بخورم تا برسم پایین صد بار دنیا دور سرم چرخید و تعادلم از دست دادم مرگ و جلو چشام میدیدم بالاخره سرگیجه کار دستم داد تعادلم و دست دادم و پرت شدم رو کارتونی که کنار میز بود رو کارتون نوشته بود مرگ موش برای کشتن موشهای موزی نروژی دور از دسترس اطفال نگهداری شود تمام بدنم لرزید دنیا برام تیره و تار شد فهمیدم زندگی خیلی کوتاهه اما قبل از مرگ خیلی در ثابت میده فهمیدم بین تبدیل شدن خوبی به بدی عشق به نفرت فاصله خیلی کمی وجود داره تو یه لحظه میشه عشق به نفرتی عمیق تبدیل بشه و صلحی بی سر و صدا به یه جنگ مهیب یکم از قهوه روی میز خوردم و به هر جون کندنی بود دوباره خودم رو کشوندم بالا رو تختم خوابیدم و تا صبح اشک ریختم خودم رو نفری میکردم که چرا بازم حماقت کردم چرا تو چشمای نورمن به جای شرارت عشق و محبت رو میدیدم سرفه هم شدیدتر می شدن و گلوم خوشتر ریه هم مثل آتیش می سختن. اونقدر گریه کردم و از سوزش به خودم پیچیدم که خوابم برد بیدار که شدم اول فکر کردم تو اون دنیا چش باز کردم اما صدای ورق زدن روزنامه و هرد کشیدن قهوه نورمن نشونم داد نه هنوز زنده هم. و نفرت بهش نگاه کردم آرزو می کردم قهوه پرتو کلوش یه لحظه تصمیم گرفتم سیم لوسته رو هم لوسته بیفته رو کله کچل بیریختش اما پشیمون شدم ریسک این کار بالا بود برای انتقام از نورمن قاتل باید یه نقشه اساسی میکشیدم آره یه نقشه اساسی قبل از اینکه رابطه ای رویایین با نورمن به کابوس تبدیل بشه مطالب جالبی از انسان ها تو کتاب خونده بودم فهمیده بودم انسان ها نواقصشون رو با ابزاری مصنوعی برطرف میکنن ابزاری مثل دست و پای مصنوعی دندون مصنوعی عینک سمک چیزایی مثل این. همیشه فکر کردم اگه بتونم از این ابزار استفاده کنم عالی میشه تا اینکه یه بار تو سینما فیلم جالبی رو دیدم تو فیلم زنی زیبا از ابزاری به اسم ماشین تحریر استفاده میکرد تو رویه هم خودم و جای زن ماشین نویس تصور میکردم که لباس زیبایی به تنگ کردم و تون تون تایپ میکنم حتی تو رویه هم هم از صدای کوبیدن دکمه های ماشین تایپ لذت میبردم از نورمن که متنفر شدم به این فکر افتادم براش نامه های تهدید آمیز بنویسم و گوشه گوشه مغازه بذارم اما حیف که انگوش نداشتم تا با ماشین تحریل تایپ کنم اما خب من خیلی سمج بودم تا کاری که دوست دارم و انجام ندم بیخیال نمیشم به فکرم زد با کمک کتابای گفتار درمانی زبان اشاره یاد بگیرم اما افسوس که برای یادگیری این زبان هم نیاز به انگشت بود که من نداشتم تو تمام کتاب فقط یه جمله بود که میتونستم اجرا کنم جمله خداحافظ زیپ برای ادای این جمله کافی بود دستم به معنای خداحافظی تکون بدم بعد حالت بستن زیپ رو رو نشون بدم بعد از این آموزش مشکل اصلی نمایان شد آدم کرولال حالا از کجا پیدا میکردم تا منظورمو میفهموندم یه دفعه یاد مشتری افتادم یه پیرمرد لاغر مردنی که بدون صحبت کتاب مورد نظرش رو برمی‌داشت پولش پرداخت میکرد از مغازه میرفت بیرون نمیدونم پیرمرد لال بود یا منزوی ولی هرچی بود منظورش رو بدون صحبت کردن میرسون هرچند این پیرمرد به درد من نمیخورد چون نورمن قاتل مدام تو مغازه میپلکید و اجازه نمیداد من با پیرمرد صحبت کنم چاره ای نداشتم باید به ترسم غلبه میکردم و پا به دنیای بیرون میذاشتم روز بعد هوا بارونی شد هوای بارونی واسه بیرون رفتنم عالی بود چون مردم حواسشون به بارون بود و زیاد متوجه من نمیشدن غروب که شد نورمن در مغازه رو بست و رفت منم تندی از بالای قفسه اومدم پایین و از مغازه زدم بیرون بین بوته های کنار پیاده رو پنهان شدم برای اولین بار تو زندگیم طعم چمن رو برخلاف بوی خوبش خیلی بدمزه بود خودم با چمن ها مشغول کردم و به حرکات آبرای پیاده دقیق شدم یه مدت گذشت بالاخره دو نفر دیدم که با زبان اشاره با هم صحبت میکردن زن جوونی که به دختر کوچولوش با زبان اشاره چیزهایی میگفت آروم خودم از بین بوتهها بیرون کشیدم و رفتم طرفشون خودم و جلو پاشون پرت کردم و با زبان اشاره گفتم خدا زیب مادر دختر نگاهی به من کردن و هر دو با هم جیغ کشیدن بله زن و دختر ترسو از من وحشت کرده بودن زن فریاد میزد موش موش یکی کمکمون کنه از بین جمعیت پیرمردی اومد و با اسا دنبالم کرد تا اومدم به خودم به جنبم اساش خورد به پهلوم و پرت شدم تو جوب تا خواستم تو جوب فرار کنم دیدم پای چپم از بدنم آویزون بد شانسی از این بزرگتر پای چپم شکسته بود خودم واسه مرگ آماده کرده بودم که یه صدای مهربون گفت اذیتش نکنید آسیب دیده من دیگه چیزی نفهمیدم و از هوش رفتم تا حالا به بوی انسان فکر کردین اصلا میدونی چه بویی داره؟ خب معلومه نه چون خودتون انسانی من اولین بار بوی انسان رو تو آغوش جری حس کردم یا آغوش مهربون که منو از مرگ نجات داد بعد از اینکه تو جوب بیهوش شدم اتفاقای خیلی جالبی برام افتاد به هوش که اومدم بوی عجیبی به مشامم خورد بله بوی انسان من توی پارچه سفید مثل قنداق بچه بودم و انسانی منو مثل گهواره تکون میداد این انسان مهربون همون نویسنده تازه کار بود همونی که فقیر بود و دو چرخه زوار در رفته داشت همونی که میخواست کتابی درباره موش پشمالو بنویسه جری هم خونه و دوست جدید من اینطوری بود که دوباره گذرم به اون کتاب فروشی نحس افتاد البته این بار دیگه خونم نبود و با نورمن قاتلم هم خونه نبودم خونه جری عین انباری بود پر کارتونای باز نشد و لیوانای یه بار مصرف دور تا دور خونم پر کاغذای مچاله لباسای کثیف و غذاهای خوش شده جری منو توی جعبه کفشی گذاشت و پارچه ابریشمی سیاه رنگی کشید دستی رو سرم کشید و رفت و آشپزخونه تنها که شدم یه نگاه به اطرافم کردم کنارم چند تا جعبه پر عکسای جوونی چری بود انگار تو جوونی قیافه بهتری داشته لبخندش هم خیلی زیباتر بود کنار عکسا یه کتاب با جل قرمز بود روی کتاب اسم جری رو نوشته بودن پس این همون کتابی بود که مرد مهربون نوشته نامه هایی هم به اسم خودش روی میز بود میخواستم به نامه ها سرک بکشم که جری از آشپزخونه اومد بیرون آقای موش عزیز شیر میل دارین؟ جری با صدای بلند خندید و یک کاسه شیر کنار جعبه کفش گذاشت. کنار کاسه شیرم یکم کره بادوم زمینی گذاشت و گفت: رئیس ترکیب این دوتا با هم عالیه، امتحانشون کن. مزه کره بادوم زمینی عالی بود. تا حالا چیزی به این خوشمزگی نخورده بودم جری که دید با ولع کره رو میخورم بلند خندید و برگشت به آشپزخونه بوی برنج تازه و ماهی سرخ کرده فضا رو پر کرد شیشه ها از بخار برنج کدر شدن خونه جری بهم حس امنیت میداد یکم بعدم اومد و کنارم نشست برنج و ماهیشو خورد و با دهن پر گفت منم مثل تو گرستم بخور که اگه نقاری هر دومون از گرسنگی میمیریم جری تا شب آشپزخونه رو تمیز کرد و با من حرف زد. موقع خوابم منو روی میز کنار کاناپه گذاشت. پتوی نرم و آبی رنگی روم کشید و خودشم روی کاناپه دراز کشید. خور جری که به هوا رفت، قلط زدم و از پنجره به آسمون نگاه کردم. شب آرومی بود چشامو بستم و زندگی مثل فیلم جلوی چشمم اومد از لحظه تولد ترک مامان فلو بعد جنسی خواهر برادرام سوء قصد نورمن تا همین امشب که آروم کنار جری خوابیده بودم خوبی زندگی با جری این بود که غذا به قدر کافی داشتم. روزهای اول زندگی مشترکمون جری من را رئیس صدا می زد. اما بعد به هم گفت ارنست. اسم کوچیک ارنست همین وی رو روم گذاشته بود. من و جری تو خیلی موارد با هم هم نظر بودیم. جفتمون عاشق ادبیات بودیم از خیارشور خوشمون نمیومد و هر دو عاشق کره بادوم زمینی بودیم جری بیشتر وقتا خونه نبود روزای اول نبودنش آزارم میداد اما مرور بهش عادت کردم جری بیشتر تو کتابخونه عمومی شهر بود ساعت تو کتابخونه می نشست و یاد داشت برمی داشت من از پنجره روبروی کتابخونه نگاش می کردم پنجری که بالای رستوران بود و درست روبروی سالن مطالعه جایی که جری وقتش اونجا می گذارون. جری فقیر بود در کل دو از کوچلوار سرمه عینه هم داشت همون درست حسابی هم نداشت لباساشو تو همون سینک ظرفشویی میشست و جلوی شومینه خشکشون میکرد او تو هم نداشت تا رو اتو کنه برای همین همیشه لباساش چروک بود درست لباساش تمیز بودن اما ظاهرش خیلی جولیده بود یه روز دلو به دریا زدم و رفتم سراغ کتاب کنه جری راستش میترسیدم سراغ کتابش برم اخلاقشو نمیشناختم اگه از این کار بدش میومد یا من از خونش بیرون میکرد تو طبقه اول کتاب خونش پر کتاب آشپزی بود بین کتاب های آشپزی کم تا هم کتاب مذهبی و سیاسی بودن طبقه دوم کتابخونه پر رمان بود رمان های معروفی که بارها خونده بودم طبقه سوم و آخرم چند تا کتاب قطور خاک خورده بود کتابایی که یا خونده بودم یا ارزش خوندن نداشتن بین کتابای همین طبقه چشمم به کتابی خورد که زندگیمو دوباره پیش رو همون کتابی رو دیدم که مامان فلو ریز ریز کرده بود تا ما رو روش به دنیا بیاره بغض گلومو گرفت کتاب و بستم و پشت کتابای قطور گذاشتم تا چشمم بهش نخوره تو همین قفسه یک کتابی رو پیدا کردم که عمری آرزوی خوندنشو داشتم اما همیشه مشتری های کتاب فروشی قبل از خوندن من کتاب می خریدن زده کتاب برداشتم به هر سختی بود با خودم از کتاب خونه پایین کنار شومینه نشستم و مشغول خوندن شدم قرق مطالعه بودم و حساس ترین قسمت داستان رسیده بودم که جری در باز کرد هول شدم نمیدونستم چیکار کنم اگه جری میفهمید کتاب میکنم، چه واکنشی نشون میداد جری قهقه زد و بهم سلام کرد متوجه نشد من با سوادم نفس راحتی کشیدم و دویدم تو جعبه کفش جدی تو نگاه اول آدم لاوبالی و شلخته ای بود اما من که باهاش زندگی میکردم میدونستم اینطوری نیست فقط لباساش کهنه و چروکه و خونش نامرتبه البته تو همین نظمی و آشفتگی هم یه نظم خاصی داشت که فقط خودش ازش سردر آورد. جری عاشق جمع کردن وسایل قدیمی و به در نخور تو خیابون بود تو خونش پر رادیوهای شکسته و پیچ و مهرههایی زنگ زده بود بهترین تفریحش هم تعمیر کردن این وسایل قدیمی بود جری مدتها با رادیو یا یه بلنگویی که می آورد سر و کله می زد و زیر لب با خودش حرف می زد آخر سرم یا وسیله رو تعمیر می کرد یا برمیگردون به خیابون عاشق وقتایی بودم که جری با یه چشم سالم و دستای بزرگش کف زمین دنبال پیچ و مهره می گشت. اینجور وقتا چهار دست و رو زمین راه میرفت و وسیله که گم کرده بود و صدا میزد میتونستم کمکش کنم اما خطر داشت نباید موقعیتم با خطر مینداختم جری چهار یا پنج وسیله که تعمیر میکرد دورشون روبان قرمزی میبست و به خیابون میرفت بعدا فهمیدم وسیله ها رو میفروش و با پول کمی زندگیشو اگر اگرم وسایل فروش نمیرفت به فقرا میبخشید یه ماهی از اقامتم تو خونه جری گذشته بود که یه روز بین آتاشقالا یه پیانوی اسباب بازی دیدم یه پیانوی کوچیک و سفید که معلوم بود برای یه دختر بچه ای بوده پیانو صندلی هم داشت بهتر از این نمیشد جری دستی به دکمه های پیانو کشید و گفت میدونم مشکلش چیه بعدم مشغول به کار شد دو ساعتی با پیانو کلنجار رفت و آخر سر گذاشتش کنار جعبه کفش من از تو جعبه پریدم بیرون و پشت پیانو نشستم فراموش کرده بودم جریم تو خونه است زده دستم رو دکمه های پیانو کشیدم و یه آهنگی زدم این وسط یه چیزایی هم خوندم هرچند جری جو صدای جیغ چیزی متوجه نمیشد. اما جری اونقدر خندید که افتاد رو زمین بهش توجهی نکردم و بازم آواز خوندم به نظر من جری مهربون ترین و تنها ترین مرد روی زمین بود حتی از منم تنها تر بود همیشه فکر می کردم نویسنده ها شلوغه وقت سرخاروندن ندارن اما اشتباه می کردم جری تک و تنها بود نه مهمونی می رفت، نه هیچ مهمونی به خونش می اومد. اسمش این بود که جری نویسنده است اما تمام مدتی که هم خونه بودم خیلی کم دیدم جری دست به قلم ببره بیشتر وقتش رو صرف پخت غذا یا تعمیر وسایل می کرد موقع نوشتن زیر لب یه چیزایی زمزمه می کرد و چند خطی می نویش. خیلی زودم خسته می و دفترش رو می جری گاهی دچار افسردگی میشد همچی وقتهای دنیا باسه هر جهنم میشد جری تمام روز رو کاناپه دراز میکشید و از جاش تکون نمیخورد منم مجبور بودم آروم یه گوشهای بشینم این روزا نه از غذا خبری بود نه از مطالعه چون جرأت نداشتم در حضور جری برم طرف کتابا یه روز از روزای افسردگی جری اتفاق عجیبی افتاد صبح با صدای نفس نفس جری از خواب بیدار شدم دیدم کاناپه قرمزش رو به زور کنار پنجره کشوند دو میخواد پرت کنه پایین خیلی ترسیدم دویدم کنار پنجره فهمیدم زیر پنجره پله های استراریه جری کاناپه رو روی راه پله پله های استراری گذاشت و خودشم از پنجره پرید روش رو کاناپه لم داد و به خیابون زل زد نفس راحتی کشیدم و لب پنجره نشستم همون لحظه در خونه رو زدن عجیب بود تا حالا هیچ کس در خونه جری رو نزده بود ناگهان در باز شد و سه تا آتش نشان نگران وارد خونه شدن به جری تذکر دادن که کارش خیلی خطرناکه و همسایه ها رو ترسونده آخر سرم با جر و, و دعوا کاناپه رو آوردن تو خونه و سر جاش گذاشتن جری از رو نرفت. روز بعد دوباره کاناپ رو رو را پله پله های گذاشت و روش نشست این دفعه لیوان قهوه و روزنامه هم با خودش برد جری کاری کرد همسایه ها کوتا بیان و دیگه با آتش نشانی زنگ نزنن پای شکستم به مرور خوب شد دیگه راحت تو خونه میگشتم اما حضور جری تو خونه کارمو سخت میکرد نمیتونستم هر جا دلم میخواد سرک بکشم و کتاب بخونم و سلام حسابی سر رفته بود دلم برای بیرون رفتن و فیلم دیدن تو سینما تنگ شده بود اما خونه جری طبقه بالا بود و راهی برای بیرون رفتن نداشت دلم میخواست جری مثل یه همخونه واقعی برام راهی درست میکرد تا منم برم بیرون بیام بالاخره خودم راهی باسه بیرون رفتم پیدا کردم سوراخ کنار سینک ظرفشویی از تو سوراخ وارد لوله های فاضلاب شدم و از راه لوله ها سر از خونه قبلیم دروردم کتاب فروشی نورمن بدجنس از راه کتاب فروشی راحت میرفتم بیرون اسم لوله ها رو گوشم آسانسور راحت ازش میرفتم پایین میرفتم سینما پاپ میخوردم فیلم های جدید میدیدم و بعدش هم برمیگشتم خونه یه روزم وسوسه شدم یه سری به کتاب بزنم و ببینم نورمن در چه کتاب فروشی رو خاک برداشته بود نورمن که هیچ امیدی واسه نجات کتاب فروشیشو رو محله نمیدید پیر و شکسته شده بود با اینکه ازش متنفر بودم اما با دیدن اون وضع و حال چند روزی غمگین شدم پاییز شده بود هوا خنک بود و مناسب واسه بیرون رفتن جری صبحونه مفصلی برام درست کرد بعد صبحونه کتابای بالای کمدش رو برداشت و همه رو توی گاری که به دو شاخه وصل خیلی تعجب کردم کتاب لانه هم بین کتابا بود میخواستم از آسانسور برم پایین تا جری رو تعقیب کنم اما جری بهم گفت ارنس بود بیا جری منو برداشت و روشونه خودش نشون باورم نمیشد قرار بود مثل دوتا رفیق با هم بریم بیرون جری تمام کتابا رو گوشه پیاده رو چید یه مقوای بزرگی هم جلوشون گذاشت رو مقوا با خط خوش نوشته بود هر آج کتاب با امضای نویسنده بله من برای بار دوم وارد دنیای تجارت کتاب شدم با غرور روشونه جری نشستم و منتظر مشتری شدم اولین بار بود بدون ترس از مردن بیرون می اومدم هر کی می اومد اول با تعجب به من نگاه می کرد بعدم به کتاب کتابا منم با غرور بهشون لبخند می زدم هر چند آدما متوجه لبخند من نمی شدن تا از چند جلد از کتاب لانه فروخته شد فکر می کنم عکس موش روی جلد و حضور من تو فروش کتابا بی تاثیر نبود چون اگه قرار بود کتاب لانه در حضور نویسندش فروش بره انقدر رو دست نویسندش نمیمون جری به هر کس کتاب میفروخت کارت ویزیتی هم میداد رو کارت نوشته شده بود جری باهوشترین مرد جهان هنرمندی فرازمینی بیشتر کسایی که کتابو می‌خریدن مهربون بودن بهمون لبخندی میزدن و از جری تشکر میکردن البته آدمای مریض و کوتاه فکرم به تورمون خورد آدمایی که جری رو مسخره کردن و میپرسیدن اگه انقدر باهوشی چرا کتابتو تو گوشه خیابون میفروشی جری هم پوزخندی میزد و میگفت من باهوشم چون زندگیمو همونطوری که خودم دوست دارم میسازم نه رئیسی دارم نه دستی صبح تا شب جون نمیکنم تا آخر ماه چند کف دستم من کاری رو که دوست دارم میکنم. کسی هم نیست خیلی هم از زندگیم سخنرانی جری که تمام شد قیافه کوتاه فکرها دیدنی بود با چشمای گرد میرفتن تو فکر مطمئنم با خودشون میگفتن حق با جریه این چیزا رو که میدیدم میفهمیدم تنهایی خیلی هم بد نیست اگه خواهی تو به دیوونگی بزنی بهترم میشه جری واقعا زندگی خوبی داشت بین تمام خریدارا از آدمایی که شبیه جری بودن بیشتر خوشم می اومد. آدمای سرخوشی که لباسای چروک تنشون بود و حرف مردم براشون ارزشی نداشت. این جور آدما مثل جری بی پول بودن. بیشترشون می آمدن تا با جری گپ بزنن. و اینا پولی برای خرید کتاب نداشتن. یکی دوتا از این آدمای باحالم از من خوششون اومد. یکیشون پرسید: رفیق، موشت اهلیه؟ جری نگاهی به من کرد و بلند گفت: نه، اهلی نیست، متمدنه. قند تو دلم آب شد تعریف از این بهتر نمیشد این تعریف یعنی جری حسابی منو شناخته بود از اون روز به بعد زندگی روی خوششو بیشتر به به نشون داد هر روز صبح با جری تو پارک قدم میزدم و میرفتم بیرون بدون ترس از مرگ و له شدن زیر ماشین چند بارم با ما هم رفتیم سینما نمیدونید نشستم مثل آقاها رو دسته صندلی و بدون واهمه فیلم دیدن چه دنیایی برام داشت جری هر جا میرفت منم میبرد هر چی میخورد به منم میداد خودم همراه و از خانوادهش می دونستم جریگاهی تو خونه ازم می خواست دیوانوازی در بیارم اینجور وقتا پشت پیانو می شستم آهنی می زدم و براش آواز می خوندم جری هم از خوشحالی می رقصید و قهقه می زد گاهی اوقات همسایی واید کناری از سرصدامون سرسام می گرفت می اومد دم در و هر چی بد و بیرا بلد بود به جری بیچاره می گفت جری هم ریز ریز می خندید و قول میداد که دیگه سرسدا نکنه بعضی شبا هم تا دیر وقت بیدار میموندیم. جری منو روزانوش می نشوند و برام از زندگیش می گف. از جوونیش از کارهایی که تا کرده دلم می خواست منم از زندگیم و فراز و فروداش برای جری بگم اما افسوس جری زبونم رو نمی فهمید دوستشم فریاد بزنم و بگم جری من ارنست نیستم من فرمینم یه موش متمدن نه دلغک و احمق شیش ماهی می شد که منو جری با هم زندگی می کردیم پاییز بود که فهمیدم جری میخواد نقل مکان کنه و بره اول فکر شوخی میکنه اما روزی که دیدم با نقشه سان فرانسیسکو اومده خونه فهمیدم دیگه تصمیمش جدیه تندی سوار آسانسور شدم و رفتم کتاب فروشی تو قسمت جغرافی دنبال اطلس شهر سان فرانسیسکو گشتم به نظرم شهر خوبی نبود یه شهر افسرده و غمگین یه شهر پیر درست مثل خودم آره منم پیر شده بودم دیگه برای رفتن به آسانسور و سر خوردن تو کتاب فروشی توان قدیم نداشتم مدام به مرگ فکر میکردم راستش خیلی میترسیدم اگه یه روزی گوشه میمردم چه اتفاقی میافتاد اگه جری بدن بی جون منو پیدا میکرد چی کار میکرد منو از دم میگرفت و مینداخت تو سطل آشغال یا اینکه برام عزاداری میکرد یه شب که تو تختم دراز کشیده بودم و به مرگ فکر میکردم صدای در ورودی آپارتمان شنیدم جری برگشته بود خونه از جام بلند شدم تا برم استقبالش اما تا از جام بلند شدم صدای گرمپ شنیدم جری تو راپلا افتاده بود توقع داشتم هم همسایا بیان کمک اما هیچ صدایی نمی اومد سکوت محض نمیدونستم چیکار کنم گیر افتاده بودم بدون فکر رفتم تو آسانسور و از تو آسانسور وارد مطب دندون پزشکی همسایه شدم مطب خالی بود تنها یه راه باقی مونده بود کمک گرفتن از نورمن قاتل رفتم که تا فروشی تا صبح منتظر نورمن موندم نورمن دیرتر از همیشه اومد همراه شیرینی فروش و مغازه‌دارهای دیگه هم وارد مغازه شدن میدونستم اگه بهشون نزدیکم منو تو چشم به هم زدن میکشن ناامید برگشتم خونه کمی نون خوش برداشتم و به کاناپه قرمز و خالی جری خیره شدم تلاش کردم مثل همیشه تو هام هم غرق بشم پیانو بزنم و تصور کنم با جری خوشحالم اما مغزم کار نمیکرد شب که شد دوباره رفتم کتاب فروشی هدف خاصی نداشتم فقط تو خونه بند نمی شدم صبح نورمن همراه رفقاش اومدم مغازه از حرفاشون فهمیدم جلی تو بیمارستان بستری و دیروز رفتن ملاقاتش فهمیدم جلی سکته کرده و احتمال خوب شدنش خیلی کمه دلم میخواست تمام ناراحتیمو با جویدن سیم لوسته رو انداختنش رو سر نورمن خالی کنم اما خیلی ناراحت و خسته بودم تو این شرایط انتقام گرفتن خیلی سخت بود. دوباره برگشتم خونه. رو کاناپه جری نشستم و گریه کردم دلم میخواست نوشته های جری رو بخونم تا یکم آروم بشم رفتم سراغ و وسیله های شخصیش تو کمد چند تا دفتر بود همونایی که جری گاهی یه چیزایی توش مینوشت و زیر لب زمزمه میکرد تمام دفترها چیز مشترک داشتن نوشته ها نصف نیمه رها شده بودن و سر و ته نداشتن ده روزی گذشت خبری از جری نبود صبح تا شب مثل دیوونه ها تو خونه میگشتم یه روز پدر مادر جری همراه برادرش اومدن به خونه هش. زودی خودم و پشت قفس ها پنهان کردم. پیر پیرزن پیرمرد عین جری مهربون و آروم بودن. هر دوشون با لباس های مشکی رو کاناپه قرمز جری نشستن و گریه کردن. مرد جوونم که معلوم بود برادر جریه روی زمین کنارشون نشست. یکم که گذشت برادر جری از جاش بلند شد. نگاه سرسری به خونه انداخت و چند تا کارتون خالی آورد. ستایی اسباب اساسیه خونه رو تو کارتونا ریختن و گریه کردن. کارشون که تموم شد، مامان جری بسته نامه های جری رو از رو میزش برداشت دونه دونه شون خوند و عشق ریخ. فهمیدم این نامه ها رو خودش برای جری نوشته. خونواده جری رو که دیدم خونواده خودم اومدن جلوی چشمم. گریم گرفت. میدونستم اگه بمیرم نه مامان فلو نه خواهر برادران برام گریه نمیکنن. روز بعد دو تا مرد غریبه اومدن تمام وسایل جری رو که خانوادهش جمع کرده بودن برداشتن و از خونه بیرون رفتن از بین اون همه خرت و پرت فقط سطل آشغال موند و پیانوی کوچیک من روزای سختی بود دوست داشتم صبح تا شب دراز بکشم و به مرگ فکر کنم اهالی محله رفته بودن محل رو تخریب میکردن سینما تکوتوک مشتری داشت مشتری کمم یعنی غذای نصیبم نمیشد که تا فروشی نورمن هم دیگه مشتری نداشت تنها دلخوشیم خوشیم همون پیانوی کوچیک بود گاهی پشت پیانو میشستم و به یاد جری عزیزم و هنگای قمگی میزدم دیگه حوصله نداشتم حتی دنبال غذا بگردم نورمن همچنان مغازهش رو خالی نمیکرد. به اختارایی هم که واسش می اومد توجه نمیکرد. کرد شیرین فروش و چند تا دیگه از مغازه هر روز تو کتابفروشی فروشی جمع می شدن و برای رفتن از آمریکا به روسیه نقشه می معتقد بودن با شهرداری نمیشه جنگید تنها کسی که باشون مخالف بود نورمن بود نورمن می گفت من اجازه نمیدم منو بندازم بیرون بالاخره یه کاری میکنم. همه منتظر بودن ببینن نورمن میخواد چیکار کنه بالاخره نورمن نقشه‌شو عملی کرد کاغذ بزرگی به در مغازه چسبوند روی کاغذ نوشته بود کتاب مجانی پنج دقیقه وقت دارید تا هر چه میخواهید بردارید نمیدونید جنس مجانی چطور مردم و وحشی کرده بود مردمی که تا همین دیروز بی از کنار کتاب فروشی رد می شدن حجوم آوردن به کتاب فروشی نورمن بدون اینکه نگاه کنن کتاب به دردشون میخوره یا نه هر چی دم دستشون بود برمیداشتن دیدن حجوم مردم برای مفخوری و غم نورمن افسردم کرد دلم برا نورمن شاد و امیدواری که هنوز قصد کشتنمو نداشت تنگ شد برای روزایی که با هم روزنامه صبح میخوندیم و من عکسم و تو لیوان قهوهش میدیدم روزای بارونی حالم بدترم میشد رو تخت دراز میکشیدم و تو رویا قرق میشدم اصلا یادم میرفت واقعیت کدومه رویا کدومه تمام خاطرات و رویا بافیام تو ذهنم تلمبار شده بود حس میکردم هر لحظه ممکنه مغزم منفجر بشه خیابون ساکت و متروک شده بود چرا آقای سینما خاموش بودن و گرد و خاک محل رو گرفته بود قلبم از دیدن مناظر خالی سنگین میشد و دوباره به تختم پناه می بردم تو این اوزا موشا با خیال راحت تو خیابون جولان میدادن فهمیده بودن تا وقتی شهرداری مشغول تخریب کسی باشون کاری نداره کمبود غذا و جای خواب بین موشا بیداد میکرد گاهی انقدر گرسنه میشدن که لاشه رفقاشون رو میخوردن لوک که دید موشا مزاحم کارگراش شدن اعلامیه زد و گفت تو محل جدید دیگه خبری از موش نیست دوست داشتم لوک رو بکشم مرد احمق انگار تنها مزاحم زندگی نکبتیشون ما موشا بودیم بالاخره نوبت تخریب مغازه ها و خونه های طرف ما شد. قرار بود صبح اول وقت لوگ نامرد تمامشون رو تخریب کنه. نورمن حسابی ناامید بود. دیگه فهمیده بود مقاومت فایده نداره. وسایل شخصی شاید تو مغازه جمع کرد تمام مدتی که نورمن مشغول جمع کردن وسایلش بود از سقف بهش زل زده بودم دلم میخواست برم پایین و باش خدافزی کنم اما میدونستم نورمن مثل جری مهربون نیست اصر مغازه خالی شد نورمن یه نگاهی به مغازه خالی کرد چراغا رو خاموش کرد و با وسایلش از مغازه بیرون رفت من موندم و خونه خالیم خونه ای که توش به دنیا اومدم و پیر شدم دلم میخواست قبل از تخریب با خونه خدافزی کنم از طبقه بالا شروع کردم یکی دو ساعتی طول کشید تا به خونه جری رسیدم واقعا پیر شده بودم تا چند وقت پیش این مسیر رو تو ده دقیقه می اومدم. خونه خالی, خالی خالی بود تو خیالاتم خودم و جری رو دیدم که پشت پنجره نشستیم جری قهوه میخوره و از گذشتش میگه منم کنارش نشستم و به خیابون خیره شدم سینما رو از پنجره دیدم غرق خاک و دود بود دنیای بیرحمی بود دنیایی که تو چشم به هم زدنی تمام خاطرات رو از بین می برد. به شیشه تکیه دادم و به تمام روزهای گذشته فکر کردم من فرمین سیزدهمین بچه خانواده از هم ای که تک و تنها زندگی کرد و پیر شد تو همین فکر و خیالا بودم که شب شد همونجا کنار پنجره خوابیدم خواب نویسنده محبوبم و دیدم که از اون دنیا اومده تا منو با خودش ببره یوهو از خواب پریدم صبح شده بود صدای ماشینای تخریب گوش و کر می کرد ترسیدم همون لحظه ساختمون رو سرم آوار بشه زودی سوار آسانسور شدم و رفتم کتاب فروشی وقت زیادی برای خداحافظی نداشتم گشتی تو کتابفروشی فروشی زدم و خاطراتم و مرور کردم بیشتر خاطراتم مربوط به سقف مغازه بود همون جایی که روش راه میرفتم و نرمه رو نگاه میکردم خواستم از مغازه بیام بیرون که یه تیکه گچ از سقف افتاد رو سرم خوشبختانه چیزیم نشد اما انگار این ضربه خاطراتی رو برام زنده کرد یاد خواهر برادرام و مامان فلو افتادم تصمیم گرفتم سریم به زیر زمین بزنم تو زیر زمین گرد و خاک بیشتر بود اونقدر زیاد که چیزی معلوم نبود حس کردم تو این خرابه چیزی واسه تجدید خاطره باقی نمونده خواستم بیام بیرون که چشمم به کتاب قطوری افتاد همون کتابی که روش به دنیا اومدم و مدتی کاغذاشو میخوردم هنوزم جای دندونان بین ورقهای کتاب بود خواستم کتابو بردارم که صدای ماشین تخریب نزدیکتر شد فهمیدم وارد مغازه شدن با ترس و لرز صفحه آخر کتاب باز کردم نوشته بود چه پایان تلخی آنها هرگز مرا نمیبینند و هیچگاه دلتنگم نمی شوند. به آخرین جملات کتاب خیره شدم انگار از زبون من نوشته بودن قطر اشکی از چشمم سرازیر شد و روی کتاب افتاد آروم از سوراخ زیرزمین خارج شدم و وارد دنیای ناامن بیرون شدم دنیایی که مجبور بودم روزای آخر عمرم رو توش بگذرونم